اشاره‌ای داشتم به اینکه یادداشتی خواندم از سوی یکی از دوستان گرامی‌ام، دوستانی که در دوران دانش آموزی با هم آشنا شدیم، آقای سام قنچی. در یک تارنمایی که ایران ایشان دارند به نام ایران اسکوپ، یادداشت بسیار جالبی رو در مورد نقض حقوق بشر توسط احزاب کردی خواندند، نوشتند. البته بیشتر ایرانیان نسبت به این گزارشی که از سوی سازمان عفو بین‌المللی بیرون آمده چندان توجهی نداشتند و ایشان با درایت این رو دریافتند و در تارنمای خودشون قرار دادند و من رو هم واداشتند به دلیل یادداشتی که در تارنمای ایشان هست که بروم و این گزارش رو نگاه کنم. در بسیار دردناک است. در این سالهای گذشته که پس از توانا شدن نوکانها در ایالات متحده آمریکا در دوران جورج بوش و لشکرکشی بسیار دقیقانی و نادرست اونها به عراق، افغانستان رو میتوان پذیرفت چون بر روی طالبان القاعده رو در دامن خودشون پرورده بودند و یا به اونها پناه داده بودند و القاعده به ایالات متحده آمریکا عملا حمله کرد، یعنی با اون بمب کاری که در ویران کردن دو برج معروف نیویورک انجام داد، یک جنگی را علیه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد و از این لحاظ می توان تا حدودی پذیرفت دخالت نظامی رو در افغانستان. اما دخالت نظامی در عراق یک پروژه سیاسی بود، پروژه سیاسی نوکان ها بود برای دستیابی به انرژی در پناه رویدادهای 11 سپتامبر و شکست خورد این پروژه. پروژه امروز ایالات متحده آمریکا رو با چنان گرفتاری درگیر کرده که دامنه اون از یمن تا لیبی گسترده است و دست روسیه رو در سوریه باز کرده و گرفتاری های بسیار بزرگی رو به وجود آورده که یکی از اونها تواناتر شدن جمهوری اسلامی در دخالت در کشورهای همسایه عراق، یمن، لبنان، سوریه و از این دست است. یکی از پیامدهای این سیاست نادرست ایالات متحده آمریکا با کمک دیگران برانگیخته شدن جریان‌های قوم‌گرایانه در خاورمیانه است، از جمله در کشور ما. البته در کشور ما یکی از زمینه‌های پیدایش جریان‌های قوم‌گرایانه دستبرد جمهوری اسلامی از همون آغاز به قدرت رسیدن به هویت ملی ایران است که مشروطه اون رو توانات ساخته بوده. هویت تاریخی ملی ایران، هویت غیر قومی که در ایران وجود می داشته، هویت غیر فارس، غیر ترک، غیر کرد، ایرانی که زاده تاریخ ایران بوده اما مشروطه اون رو مدرن کرده و اون رو به عنوان هویت ملی و ناسیونالیسم شیداگونه ایرانی، نه ناسیونالیسم مهاجم مانند پانتورکیزم، به کشور ما ارمغان کرده و اون رو یکی از پایگاه‌های مدرن سازی ایران ساخته. به همین دلیل هم ما یک کشور هستیم، یک ملت هستیم که در درون آن زبان‌های گوناگون وجود می‌دارد، تیر و تبارهای بسیاری در این سرزمین هستند، ولی ما فرش هزار بافتی هستیم با پود واحدی، پود هماهنگی که زبان فارسی بخشی از اون هست، بخشی از این پود مشترک ماست. در کنار اون زبانهای دیگر هم از جمله زبان کردی، زبان بسیار زیبای کردی که از همون خانواده زبانهای ایرانی است و با زبان پهلوی پیوند بسیار نزدیکی دارد، شاید هم از زبان فارسی دری پیوند نزدیکتری با زبان پهلوی داشته باشد. همه این زبان ها در کشور ما روان و رسا و زنده هستند، نه تنها کردی بلکه نزدیک به 250 گویش و بنگویش دیگر. اما پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، بانگ قومگرایی در گوش و کنار ایران به ویژه به یاری جریان های چپ بالا گرفت. گروه های چپی که از یک سوی آیت الله خمینی رو مظهر مبارزه با امپریالیسم می‌خواندند، در ترکمن صحرا یک مرکز فرهنگی، یک جنبش فرهنگی ترکمن ها ساخته بودند که اسلحه هم در دست داشت، قیام مسلحانه هم می‌کرد. معلوم نیست که این کانون فرهنگی تا چه اندازه فرهنگی بوده باشد. در کردستان با احزاب کردی سر ستیز و جنگ داشتند و امروز یکی از همون آدم هایی که در یکی از این گروه های چپ غیر کردی در ایران
بود رهبر حزب دموکرات کردستان ایران است، آقای هجری، که پیشتر از خانواده چپ دیگری بیرون می آمد. ولی به هر روی بیشتر این جریان های قومگرایانه در ایران بند نافی به جنبش چپ ایران دارند، از اون خانواده بیرون آمدند. و از شگفتی های روزگار هم این است که این پدیده تنها مرتبط با ایران نیست. شما نگاه کنید آذربایجان قومگرا و ناسیونالیسم پانترکیستی که امروز در آذربایجان، یعنی جمهوری آذربایجان، نه آذربایجان، چون در واقع اینها اران هستند، آران یا اران هستند، ولی در این جمهوری آذربایجان این چنین شکوفا شده، رهبر این جریان ها آدم های سابق حزب کمونیست جمهوری آذربایجان و اعضای سابق کاگبه هستند، مانند همین الهام علیوف که پدرش علیوف و پیش از او باقروف از بزرگان ناسیونالیسم سوویتیک بودند. یعنی اونها در واقع ناسیونالیست بودند، اونها میخواستند اتحاد جماهیر شوروی مرزهای خودش رو گسترش بده، جمهوری آذربایجان آذربایجان ما رو هم بخوره. بگذاریم که اصلا در تاریخ این آذربایجان، جمهوری آذربایجان اصلا این منطقه به نام آذربایجان شناخته نشده، اما به اینها امروز نمیخوام بپردازم. آنچه که باید به اون پرداخت در این است که تصور این بود یا برداشتی که میدادن این بود که ما یک حکومت خودکامه در ایران داریم، یک حکومت خودکامه در عراق داریم، صدام حسین، ایران خمینی و جمهوری اسلامی، و اگر کردها بتوانند دولت خودشون رو ایجاد کنند، اگر آذری ها بتوانند دولت خودشون رو ایجاد کنند، اگر بلوچ ها بتوانند دولت خودشون رو ایجاد کنند، اینها دموکراسی خواهد بود. و شور وقتا که بسیاری از روشنفکران چپ ایران سینه به تنور می‌چسباندند و از این نوع داوری های فوق العاده فرومایه و نادرست پشتیبانی می‌کردند و می‌کنند، نشست مشترک می‌ذاشتند با این گروه های قومی. حتی این رو باید گفت که با شور وقتی باید گفت که آقای رضا پهلوی هم از این ماجرای قومگرایی و وجود اقوام در ایران و فدرالیسم قومی پشتیبانی کرد و با اینها نشست و برخاست داشت و با اینها دیدار میکرد. یعنی این بیماری دامنگیر تمام جریانهای چپ و راست ایران شده بود. و امروز میبینیم که پیامد این رفتار، یعنی پیدایش دولتهای خود مختار کرد در عراق و یا در بخشی از سوریه که عملا دولت خود مختار ایجاد شده از سوی کردها، به چه گرفتاری های بزرگی انجام میده. آیا جمهوری آذربایجان نماینده آرمان های مردم آذری زبان دنیا است؟ آیا در جمهوری آذربایجان شما با دموکراسی روبرو هستید؟ جامعه ای که در اون فردی مانند الهام علیوف به جای پدر بارها و بارها به قدرت بنشیند و گماشتگان او مجلس رو اداره کنند، اقتصاد رو اداره کنند، همه کشور رو اداره کنند، این نشانی از دموکراسی است؟ این رو میخواستند در ایجاد یک دولت قومی؟ آیا در اقلیم کردستان عراق که آقای بارزانی با قدرت حکومت میکنند و مخالفان رو حتی گلوله باران میکنند، فیلم های اون منتشر شد، پخش شد، دیدن خیلی ها وقتی مردم معترض بودند، حتی به گروه های دیگر کرد اجازه فعالیت نمیدن، جنگ در درون اونها بالا گرفته. امروز ما به گزارش عفو بین‌المللی روبرو هستیم. چی میگوید عفو بین‌المللی؟ میگوید که در منطقه نیمه آزاد شده یا خودگردان سوریه احزاب کردی نسبت به دیگران ستم میکنند، نقض حقوق بشر رو گزارش میکنند. این یک گروه چپی یا گروه راستی یا سلطنت طلب یا جمهوری خواه یا چیزهای از این دست است. این عفو بین‌المللی است که میگوید در سوریه امروز، در بخش کردنشین سوریه امروز، اون گروه های کردی که به قدرت رسیدن و اون منطقه خودگردان رو اداره میکنند، دمار از روزگار دیگران در آوردن و با مخالفان خودشون همان میکنند که بشار اسد میکرد، یعنی بدون محاکمه اونها رو اعدام میکنند. فراموش نکنید در دوران آغاز جمهوری اسلامی هم همان گونه که این دوست گرامی بنده نوشتند،
در دو چونشون ماهای زیادی هم در کردستان به سر برده بودن، میدانند این آگاهی هایشان دست اول است، می‌نویسند که در همون دوران پس از چیرگی گروه های کرد در کردستان، هنگامی که آدم های مانند خلخالی کردها رو بدون محاکمه اعدام میکردن، یعنی شورشیان کرد رو اعدام میکردن که پیکره های اون رو بارها و بارها دیده ایم، گروه های کرد هم کسانی رو که از جمهوری اسلامی پاسدارانی که میگرفتن شکنجه میدادن و سپس اونها رو میکشتند و مخالفین رو جاش میخواندن و اونها رو از میان میبردند. این رو امروز برخی از روشنفکران کرد هم که از این گروه ها جدا شدند اقرار دارند. قومگرایی به دموکراسی نمی انجامد. دموکراسی پدیده فراقومی، فراملی، فرامذهبی و حتی فرامرزی است. آزادی های آمده در اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی ها و حقوق فراقومی است، فراملی است و کسانی که به نام یک قوم خودشون رو معتبر میخوانند، شایسته میخوانند که نقض حقوق بشر بکنند، هیچ تفاوتی با حکومت‌های خودکامه آیینی و دینی ندارند. هیچ تفاوتی میان یک گروهی که خودش رو نماینده مردم کرد میخواند به نادرست، با رفتار نادرستی که با مخالفان میکند، با نقض حقوق بشر با حکومت کنونی ایران نیست. اگر گمان کنید که فردا، باور داشته باشید که فردا با ایجاد فدرالیسم قومی در کردستان مردم کرد بخت و اقبال بهتری از آنچه که امروز دارند خواهند داشت، چشم به سراب دارید. دموکراسی و حقوق بشر در چارچوب یک برداشت قومی نمیتواند پذیرفته شود، اصلا شدنی باشد. باید فراقومی و فراسرزمینی اندیشید، انسان رو محور حقوق قرار داد. خب وقت زیادی برای پرداختن به این موضوع ندارم، هفته آینده بیشتر به این موضوع خواهم پرداخت، اما اجازه بدهید که برنامه امروز رو در این شاید 5-6 دقیقه که باقی مانده با اشاره به یکی به قومی هم، به همین مسئله قومی هم مربوط می شود، جنبه فقاهی هم داره، با این به پایان برسانم. دوست گرامی آذربایجانی تبریزی من که برای یک پروژه دانشگاهی به باکو رفته بود، چند هفته پیش از اونجا بازگشت و می دانست که من سخت دوستدار دریافت اسناد و نوشتارها هستم و پولواری از این نوع سوغات برای من آورد. یکی از این سوغات های ایشان، اجازه بده که نامیشون رو هم نیاورم چون از من خواستم، یک کتابی است که این رو در به عنوان تاریخ دانشگاهی جمهوری آذربایجان درس میدند در دبیرستان های جمهوری آذربایجان در باکو و دیگر شهرها درس میدن، به نام تاریخ آذربایجان. نشستن تاریخ نمیشتن. عنوانش هم از جمعی از دانشمندان و استادان دانشگاه باکو زیر نظر آقای زیاد بنیادوف. از کشفیات این آقای بنیادوف و دوستان دانشمندشون این است که بشر تمدن چند میلیون ساله داره. ببینید وقتی شما قومگرا میشوید و میخواهید تاریخ بسازید، پانترکیزم رو روان کنید و باید این پانترکیزم از دیگر فرهنگ ها برتر باشد، باید از ایران جلوتر باشد، باید بالاتر از همه فرهنگ ها بیستد، باید دست ببرید به تاریخ و دروغ بسازید، مانند بسیاری از دروغ های دیگری که در تاریخ ساخته شده. امروز در میان دانشمندان جهان هیچ تفاوت نظری در این باره نیست که بشر امروز 150-160 هزار سال پیشینه بیشتر نداره، یعنی از زمانی که ما از اون خانواده دیگر میمون‌ها جدا شدیم نزدیک به 160 هزار سال بیشتر نیست. در این هم جای گفتگو نیست میان پژوهشگران تاریخ که چه زمانی آتش به وجود آمده، چه زمانی بشر به تمدن یا زندگی در یک محل و ایجاد یک رشته روابط
اجتماعی رسیده. تمدن‌های بیش از 10,000-15,000 سال رو هیچ پژوهشگری، هیچ باستانشناسی بهش نپرداخته. بشر 160,000 سال پیش اصلا تمدنی نداشته. اما این پانترکیست‌های باکو به ریاست این آقای بنیادوف کشف کردن که در آذربایجان میبخشید گفته در آذربایجان اجاق‌هایی کشف شده که این اجاق‌ها برای گرم کردن خانواده‌ها بوده و 700,000 سال از عمر این اجاق‌ها می‌گذره. یعنی 550,000 سال عمر این اجاق‌ها بیشتر از عمر پیدایش انسان امروزی است. انسانی است که ما به اون به عنوان انسان پدران و نیاکان خودمون، مادران و نیاکان خودمون اشاره می‌کنیم. از این هم فراتر رفتن، می‌گوین یک در اطراف قره‌باغ که اون موقع البته آلبانیا به این منطقه میگفتن، نه این زمانی که ایشان میگویند، منظورم 3,400 سال پیشه، ولی ایشان میگویند که تحقیقاتی رو در دست دارن این بزرگان جمهوری آذربایجان که حتما با کمک بازماندگان کاگبه اینا رو کشف کردن، که یک و نیم میلیون سال پیش نخستین تمدن‌های انسانی در قره‌باغ ایجاد شده و اسم هم برای این درست کردن، گفتن این تمدن اوروچای اسمش بوده، تمدن اوروچای که 1,200,000 سال پیش ترکی هم بوده، این تمدن اسم ترکی هم داشته اوروچای. ولی اینکه انسان بر پایه تمام پژوهش‌ها و تمام دانش‌های انسان‌شناسی امروز 160,000 سال پیش این انسان به وجود آمده، ولی تمدن ترکای آزاد جمهوری آذربایجان قروچای ها 1,200,000 سال پیش به وجود آمدند. همین دیوانه های بیدانش برای گسترش اندیشه های پانترکیستی خودشون می نویسند در زمان حکومت عباسیان اونها از نفت باکو مالیات میگرفتند. اینقدر نفت باکو کهن بوده که اونها از نفت باکو مالیات میگرفتند. ببینید من چرا به اینها اشاره میکنم؟ چون تعصب چشم انسان رو کور میکنه. بدترین زندان زندان خود ساخته است، زندانی که انسان برای خودش درست میکنه. پان ترکیزم، پان کردیزم، پان فارسیزم، هر پان دیگری، پان جرمنیزم که به فاشیزم انجامید، اینها کوشش میکنن برای پرورش یک فرهنگ دروغین، برای پرورش یک تاریخ دروغین چیزهای از این دست فراهم کنن. که در دوران حکومت عباسیان اسنادی وجود دارد که نگفتن کدوم اسناد، این اسناد نشان میدهد که از نفت باکو مالیات میگرفتن. خب ببینید گرفتاری در این است که به جای آموزش دانش‌های نو به جوانان جمهوری آذربایجان که اسمشون هم ساختند، این نوع اندیشه‌ها رو روان می‌کنند و اسم اون رو می‌گذارند پان ترکیزم. تا هفته آینده روز روزگار بر شما خوش باد.